وضع محدودیت ها و موانع داخلی و برانگیخته شدن واکنش های بین المللی با اعلام برخی ممنوعیت ها از سوی مسئولان حکومت در بخش مسافرت شهروندان به خارج و فعالیت زنان در داخل افغانستان، نهادهای داخلی و بین المللی واکنش های تند نشان داده و خواستار تعدیل این تصمیم ها بر اساس مصالح ملی و حقوق شهروندی شده است. قبلا در یک از کنفرانس های خبری که حکومت گفته شده بود که مردم بدون عذر شرعی نمی توانند به خارج از افغانستان سفر کنند، بعد از گذشت چند روز و با واکنش ها ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان در صفحه توییترشان نوشته است که از این تصمیم برداشت نادرست صورت گرفته است و کسانی که مدرک ندارند نمی توانند به خارج از کشور سفر کنند. برای کسانی که مدارک کافی دارند رفت و آمد آزاد هستند. همچنان بر اساس گزارش ها در داخل افغانستان نیز محدودیت های تازه در قسمت گشت و گذار زنان وضع شده و بانوان نمی توانند بدون محرم سفر طولانی داشته باشند و به ادارات مراجعه کنند. این تصمیم ها با واکنش های گسترده ملی و بین المللی مواجه شده بود. در تازه ترین واکنش ها هوگو شورتر سفارت بریتانیا برای افغانستان خواستار توضیحات بیشتر از دولت کنونی در افغانستان شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز نسبت به ممنوعیت سفر و محدودیت‌های تازه زنان واکنش نشان داده و از طالبان خواسته که بر تعهداتشان باقی بمانند. فعالین حقوق بشری نیز این محدودیت‌ها را برخلاف آزادی و حقوق فردی دانسته و خواستار تجدید نظر شده است. اما مسافرت و گشت و گذار از نظر دین مبین اسلام و قوانین کشوری یکی از حقوق فردی هر شخص به شمار می رود. این در حالی است که تمامی اقدام ها و تلاش ها در افغانستان به شدت در زیر ذره‌بین جامعه جهانی است و به رسمیت شناخته شدن دولت نیز در گرو رعایت ارزش های حقوق شهروندی و بشری دانسته شده است. سلام و درود، وقت همه شما بخیر. در این برنامه با مهمانان گرامی جناب سید جواد بلخابی از اعضای امارت اسلامی و همچنان دکتر محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که در برنامه حضور خواهند یافت، این پرسش ها را با ایشان مطرح میکنیم که این تصمیم ها و این ممنوعیت ها و محدودیت ها تا چه اندازه به اعتبار و اعتماد بین المللی و داخلی حکومت فعلی آسیب می رساند و تا چه اندازه به مصالح کشور است و هدف از ایجاد این محدودیت ها و ممنوعیت ها چی هست؟ در ادامه برنامه زاویه با ما همراه باشید. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان تلویزیون و رادیو راه فردا. در ادامه برنامه زاویه در خدمت شما هستیم با موضوع محدودیت ها و ممانعت های تازه‌ای که در افغانستان ایجاد شده از سوی حکومت و مقسم واکنش های داخلی و بین المللی و برخی چالش ها و پیشنهادهایی که در این زمینه وجود دارد. مهمانان بسیار محترم و صاحب نظر ما جناب دکتر محمد اکرم عارفی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و همقسم محترم شیخ جوادی بلخابی و عضو امارت اسلامی افغانستان در استودیو حضور دارند تا روی مسئله بیشتر ما روشنی بدهیم از طریق برنامه. خیلی خوش آمدید، وقت شما بخیر مهمانان گرامی. تشکر از شما و بینندگان محترم و مهمانان محترم. سلامت باشین. جناب دکتر، در ابتدا شما بفرمایید که در زمینه گشت و گذار آزادانه زن و مرد افغانستان دارای چه حقوقی هستند و تا چه اندازه میتونه که محدودیت پذیر باشن بر اساس مصالح کشور و حکومت فعلی که آمده در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و مهمان ارجمند جناب آقای جوادی. باید بگویم که بر اساس قوانین گذشته که تا حالا ابقا شده و تغییر درش ایجاد نشده و باز بر اساس معمولا قوانین سرتاسری جدا از این که ممکنه بعضی کشورها و دولت‌ها یک محدودیت‌های خاص را نسبت به اتباع در نظر بگیرن، ولی در مجموع امروز پذیرفته شده که حق تردد، مسافرت، جابجایی اینا از حقوق خود افراد یا فرد به حساب می‌آیند. دولت‌ها این حق را به رسمیت شناختن و به لحاظ اسلامی و دینی نیز هیچ گونه محدودیتی برای تردد و رفت آمد و گشت و گذاری مسلمان ها و مؤمنین و افراد یک جامعه وضع نشده. به شمول زن و مرد دخن اصلا سفر دیگه جنسیت نداره. چون انسان انسان است، آدم آدم، چرا که نیاز ها شبیه همه دیگه.
اگه برای تداوی میره، برای یک عیادت میره، برای یک حادثه تلخ و شیرین کار، معمولا دیگه خوب جنسیت اینجا دخالت نداره، انسان است و فرد و کپاستن. بنان این مسئله در قوانین افغانستان هم وجود داشتن، در قوانین کشورهای دیگر هم وجود دارن، یک عرفی پذیرفته شده است، حتی جدا از مسئله که نص قانونی داشته باشد. فقط مواردی که در تاریخ و پیشینه افغانستان نیز ممنوعیت وجود داشته، کسانی بوده که یک نوعی یا مجرم بوده یا تحت تعقیب بوده یا یک مشکلی داشته به لحاظ قضایی، اونا معمولا از طرف دولت لیست می شدن که اینا ممنوع الخروج و حق خروج را ندارن. بقیه اتباع و شهروندان کدام محدودیت نداشتن. این هم به لحاظ دینی خدمت شما گفتم، به لحاظ حقوقی و قانونی این چیزی بوده که هم در افغانستان وجود داشته و هم یک گروهی که در کشورهای دیگر هم وجود دارند. درست. جناب آقای بلخابیس، با توجه به یکی از کنفرانس هایی که مسئولین حکومت داشت، اونجا گفته شد که شهروندان بدون کدام عذر شرعی فعلا نمیتونه خارج شه. دوباره جناب آقای ذبیح الله مجاهد در توییترشون نوشته کرد که برداشت ها نادرست بوده، کسایی که سند قانونی ندارن نمیتونه که از کشور خارج شون یا حتی داخل افغانستان شون. باز هم ما خبرهایشون گویا که امر به معروف و نهی از منکر هم یک تصمیم گرفته که خانم ها بدون محرم شرعی نباید در ادارات رفت آمد کنند، پذیرفته شون و مثلا سفرهای طولانی داشته باشن. حالا صحت خبرها از شما بشنویم که تصمیم های امارت اسلامی بر محدودیت گشت و گذار ها چی سالا در کابل هم شنیده میشد که کاسرها یکی مخصوص خانم ها شده و یکی مخصوص آقایان و یک موتر عمومی که خانم ها رو سوار کرده نمیتونه آقایان سوار بکنن. در چی اندازه است وضع محدودیت ها سوی امارت اسلامی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری و یسر لي امری وحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. تشکر از جناب عالی و تقدیم عرض سلام خدمت شما و جناب دکتر صاحب و همه بینندگان محترم شما. در رابطه با مسائل خانم ها بحث های زیادی در گذشته شده. امارت اسلامی همیشه به طور خلاصه به یک معنا و به طور مفصل به معنای دیگر به اون جواب داده و جواب درست هست. تفاوتی هم در بین مذاهب نیست که ما مطیع به شریعت مقدس اسلام هستیم. اون چیزی که اسلام برای خانم ها اجازه داده، اهم از کار و شغل و یا گشت و گذار و نحوه گشت و گذار، اون رو امارت اسلامی میپذیره و بر مبنای همون انشالله عمل شده و عمل میشه و خواه نخواه در جامعه از هر جنسیتی هم ممکنه جرائمی صورت بگیره، اون شخص مجرم بعد از ثبوت شرعی جای خود رو داره و اما به طور عموم اون چی که قانون شریعت اسلام باشه طبق همون قوانین انشالله با همه جنسیت ها و همه سنین و همه شهرها و ولایات امارت اسلامی انشالله رفتار میکنه و پابنده و انشالله قانون شریعت برای هیچ کسی ناگوار و نپذیرفتنی نیست، انشالله مطابق اون هست. اگر احیانا اشکال یا خلاف احیانا در جامعه جرایمی دیده میشه، متقابلا از مأمورین و مجریان و ضابطین گاهن بی احتیاطی هایی دیده میشه، این در واقع یک نوع اقدامات شخصی هست نه نظام و به مرور زمان انشالله اونها هم رفع خواهد شد یا به حد اقل برسه. اما در خصوص عیاب و ذهاب و خروج، خب طبیعه در هر کشوری یک اداره هست برای ممنوع ورود کردن یا ممنوع خروج کردن، یک چیز طبیعی هست در همه جای دنیا هست. اما در جاهایی که یک تحول پیش می آید، یک مقدار بعضی از مقررات بر حسب صلاح دید مسئولین اونجا تشدید میشه و یا ای که پررنگتر میشه و یا احیانا از طرف خصما و دشمنان که در خارج نشستن یا رقیبن یا دشمنن بزرگنمایی میشه. به نظر ما در این قسمت بزرگنمایی شده. این مقررات در گذشته ها هم در هر کشوری بوده و در افغانستان در این کشور هم فعلا هست و یک مسئولینی در وزارت داخله داره بدون ادله کافی انشالله مزاحمت برای عیاب و ذهاب هیچ کسی در عمل نخواهد بود، یا این سوء تفاهم شده و یا بزرگنمایی شده در عمل دیده نشده این چنین که محدودیت غیر مشروع برای کسی داده شده باشه چه در ورود و چه در خروج. چنین تصمیم هایی هم هست که گرفته شد که خانم نتونن یک سفر طولانی را بدون محرم داشته باشن، در وزارت ها بدون محرم شرعی مراجعه نتونن یا موترهای شهری تقسیم شوند. آقای بلخابی، در این خصوص همینطوری که عرض شد، یقیناً
قانون ما و شما قانون شرع، اگر در شریعت و در رساله های عملیه اهل تشیع یا در مذاهب اهل سنت مفتی ها چنین فتواهایی را صادر بکنن بر اساس مبانی شرعی که ادله شرعی برای اون داشته باشن، اون مربوط به علما و مفتی صاحبان هست، پیش داوری نمیشه و یقینا اونا مصالح جامعه رو در نظر میگیرن، مشکلات جامعه رو در نظر میگیرن، فقر جامعه رو در نظر میگیرن که نیاز به سفرها هست، نیاز به عیاب زهاب هست. انشالله به حد اقل به اصطلاح مشکلات اونها توجه دارن، چه برسه به حد اکثر مشکلات که حالا وجود داره. بنابراین امید هست که محدودیت ها غیر قابل تحمل نباشه و یقینا غیر مشروع نخواهد بود، پس بنابراین جای نگرانی نیست. درست. جناب دکتر، نگرانی ها چی هست و چی نیازها در جامعه احساس میشه؟ قوانین و تصمیم ها بر مبنای چی نیازها باید استوار باشند در افغانستان؟ خب اصلی در کل قانون این است که اما اصلی براءت اتباع از یک خطا، از یک گناه، از یک جرم و اصل ایجاد تسهیلات در زندگی مردم، این اصل اگر بر قوانین و سیاست ها حاکم باشد هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون یک اصل عرفی هم هست، یک اصل دینی هم هست. در دین هم اصل بر براءت مردم است از خطا و اصل بر خدمت و بندگان خداوند است، مشکلی پیش نمیاد. گفتیم قانون ما هم برای می اساس بوده، چی در زمان شاهی، چی در زمان نظام های مختلفی که در گذشته وجود داشته، مگر یک دوران کوتاه شاید حزب دموکراتیک خلق بعضی مقررات بسیار سختگیرانه ای را به لحاظ مسافرت و ترددها وضع کرده بودند. در غیر از او در افغانستان هم یک پیشینه نداره و الان به نظر می رسد که شاید ما به او سمت و سو نرویم، اگر برویم خود یقینا مشکلات زیادی هست. مشکل دیگر در افغانستان اینه که افغانستان بیش از حد وابسته به بیرون از هر جهت، برای تداوی یک مریض به بیرون می روند، برای کار ده ها هزار نیروی کار ما به بیرون می روند، بعد دوباره برمیگردند به افغانستان. برای بازدید، چون بخش عمده یا بخش بسیار زیادی از جامعه ما مهاجره در دو تا کشور همسایه، حداقل اگر دور دست نباشد، و در کشورهای دیگر میلیون ها اتباع افغانی در بیرون مهاجرن، اینا ارتباطات فامیلی خانوادگی دارن، رفت آمد دارن، به این لحاظ نیاز و ضرورت و همه چیز ایجاب میکنه که مسیر این رفت آمد ها مثل گذشته باز آزاد باشد، حساسیت ایجاد نشود. اگر این مشکل پیش بیاید، یقینا برای مریض مشکلات پیش میآید، برای کار مشکلات پیش میآید، برای دید و بازدیدها مشکلات پیش میآید و گاهی انسان به خاطر رفع خستگی هم سفر انجام میتن. درست. آره، بعضی کسا هستن به هر دلیلی که معمولا حالا بخش زیادی از سفرها سفرهای تفریحی است، سیاحتی است یا به اصطلاح توریستی که رسم در دنیا، چون انسان نیاز به یک آرامش دارد، یک فرصت کاری، یک رخصتی، یک گپا، اینا دلیل خاصی نداره، صرفا میگه ما برای یک تفریح رفع خستگی میخواهیم بریم در یک کشوری که ما مناسب میبینیم. اگر این را باز باشد هم برای اعتبار دولت خوب است، هم برای معیشت و زندگی و کار و رفع مشکلات مردم، و هم نمیتونه تریش ایجاد کنه. بله. اگر محدودیت ها به هر میزانی که زیاد شوه، یقینی است که هر قشر را که کارهایی دارن او قشر را متضرر را خواهد کرد. درست. یک از نگران ها جناب آقای بلخابی در بین مردم این است که با کاهش توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از افغانستان، شاید سیاست امارت اسلامی دولت حاکم تغییر بکند، فعلا که مردم از امنیت نسبی راضی هستند و یک آرامش را احساس میکنند در زندگی، این نگرانی وجود دارد که اگر توجه ها کاهش پیدا بکند احتمالاً سیاست ها تندتر شود، چون نگرانی بر حق میدانین یا انشالله تغییر نمید؟ بله، نه انشالله جای نگرانی نیست، به خاطر اینکه حقیقتاً این نکته اگرچه به سوال تا حد مربوطه، ما حالا میدان وردک بابت بحث موضوع کوچی و دهنشین در گذشته بودیم، بسیار والی صاحب بزرگواری کرده، صحبت‌های قانع کننده از طرف خود و رئیس الوزرا فرمودن و یک بندی بوده به اصطلاح حق یا ناحق در استخبارات به نام اتحادی به ایشان زنگ زده که این میای اندوال زندان ما هست، بسیار معززه. ما وقتی اونجا رفتیم رئیس استخبارات دیدیم، ایشون گفته که با یک جمع مسفیدان که ما حاضریم و آرزو میکنیم پولی باشیم که ملت غریب افغانستان از روی ما عبور کنه
و ما هیچ گونه شکایت نداشته باشیم. در حین خروج ما دیدیم که نان میارن برای اینها و الان شاید که بینندگان محترم شما هم از اون متنفذین و علما با ما همراه بود، حدود 40 نفر ایره بشنون، به اونا نشان دادم، گفتم این غذای این ریاسته، یک کاسه ماستخوری بسیار خرد و یک مقدار آب لوبیا داخل او و لوبیای او معلوم نبود و هر کسی یک نان یخ از رئیس تا سرباز. گفتیم به همین لحاظ ما میشه امیدوار باشیم که جای نگرانی نیست. وقتی که عمرای ما به این شکل باشه، رؤسای ما به این شکل باشه و از فقیرترین شخص مملکت ما غذای او ضعیفتر باشه، او هم ریاست استخبارات، بنابراین ما باید ناامید و نگران نباشیم. یک همچین همدردی وجود داره. پس بنابراین اولا که جهان یک قطبی نیست و به اصطلاح الان آمریکا حاکم بر کل جهان نیست، علی رغم ادعایی که داره. در جهان کشورها، افکار و شخصیت‌ها و سازمان‌های مختلفه. اگر آمریکا توجهش کم شه، خیلی از کشورهای دیگه به خاطر انسانیت، اگر در دین با ما شریک نیست، به فرمایش مولوی در انسانیت شریکه و انشالله توجهشون از امور انسانی در افغانستان کم نخواهد شد. یک نکته. دوم این که روزی همگی انسان‌ها از طرف پروردگار تعالی هست، این هم یک امیدواری برای ملت هست. و دیگر این که ملت افغانستان در طول این مدت با مشکلات چند جانبه روبرو بوده، هم امنیت نبوده، هم برای عامه مردم رفاه نبوده. حال اگر رفاه کم شده، اقلا هم امنیت هست و این رفاه به یک شکل مساوی کم شده، هم برای نظام کمه، هم برای ملت. این خود یک تسکینه. ما خب به هر حال وقتی که نظام میبینیم، مسئولین میبینیم، ملت رو میبینیم، انشاءالله خیلی امیدواریم به یک آینده بهتر از وضعیت فعلی، اگرچه که وضعیت فعلی هم قابل تحمله و باید تحمل شه برای عبور از این مرحله. یعنی به نظر شما تصمیم گیری ها و رفتار حکومت بر اساس نیازهای مردم است، نه آنچه که جهان میبینن و داوری میکنن؟ یقینا اگر از بعضی موظفین در رده پایین بعضی حرکات دیده شه، این در هر نظامی و در هر جامعه وجود داره و به طور یقین در سطح میانی و بالای نظام یک همدردی و اراده خدمت و عقیده راسخ به فرهنگ اسلام و فرهنگ ملت و عنعنات کشور وجود داره. و این مشترکات قوی انشالله همه ناامیدی ها رو برطرف میکنه و ضمناً کوشش خیلی فراوانی از طرف مسئولین برای بهبود وضع اقتصادی هم جریان داره که ذکر آمار و مواد اون شاید پیش از پیش لازم نباشه. جناب دکتر، افغانستان دولت فعلی به شدت نیازمند به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورها هست. حالا ما شما دیدیم که با آغاز خانه تلاشی ها و همین محدودیت هایی که گفته می شود، یک مقدار واکنش ها بالا رفت و وزارت خارجه آمریکا و چند کشور واکنش نشان دادن. شما فکر میکنید که توجه جامعه جهانی همچنان معطوف است به افغانستان و متوجه رفتارها و وضعیت حقوق بشری هستند اینجا؟ یقینا آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان‌های بین‌المللی و حتی کشورهای همسایه توجهشون به افغانستان است. با اینکه مسئله اوکراین بسیار مسئله عام شد و توجه بیشتر اروپایی‌ها را به خود جلب کرد، ولی در این حال ارگان‌های زیادی وجود دارند که به کابل منتقل شده، دفتر دارند، در ارتباط مشخص هستند و قبل از او سازمان‌های مشخصی وجود دارند، چنانچه که ما در 6 ماه گذشته دیدیم که اینا گزارش‌ها در اروپا را از بخش‌های مختلف انسانی، اجتماعی، اقتصادی جمع می‌کنن، با اینکه نمی‌فهمم دفترش کجا هست اون نیستن، ولی نتیجه این گزارش‌ها را ما می‌بینیم. تمام اینها نشان می‌دهن که این نهادها، این ارگان‌ها در افغانستان حضور دارن، نظاره هستن، کار می‌کنن. اگر موارد را دیدن یقیناً تذکر خواهند داد، چنانچه که ما در این هفته جاری که تلاشی‌ها شروع شده دیدیم موضع‌گیری‌های از بیرون صورت گرفته. منظور است که این نظارت ادامه پیدا خواهند کرد، برازی که مسئله افغانستان یک مسئله است که آل به مو حیثیت و اعتبار و به مو سیاست‌های کلان آمریکا و اروپا پیوند خورده، نمیتونه این مسئله را به این زودی نادیده بگیرن و باز تماس ها ایران داره. بله. چی در دوحه چی در جاهای دیگر این تماس ها خودش ایجاب میکنه که مرتب روی این مسئله بحث صورت بگیره، هم
امارت اسلامی افغانستان علاقمند به اینه که پروسه گفتگو به یک جای برسه که به شناسایی دولت جدید منجر شود و هم کشورهای دیگری که ناظر هستند و حمایت‌های انجام میتن سعی میکنه قدم به قدم اون خواسته ها و شروطشان از سوی امارت پذیرفته شود تا به یک نقطه مشترک دست پیدا کنند. بنابراین این پروسه ممکنه به لحاظ رسانه‌ای یک مقدار تحت تاثیر رسانه‌ها و تبلیغات و خبرهای دنیا قرار گرفته باشد، ولی به لحاظ عملی تغییر خاص ایجاد نشده است. جناب آقای بلخابی صاحب، واقعا معیار سازی تصمیم ها در افغانستان و همچنان آنچه که امارت اسلامی افغانستان تصمیم میگیرند به نظر شما در نظر خواهد گرفت آنچه که جهان میخواهند و تصمیم های معیاری در سطح جهان مطرح است؟ چون ما نیازمند به رسمیت شناخته شدن هستیم، نیازمند روابط هستیم، بالاخره نیازمند رضایت ها هستیم در داخل و خارج افغانستان. بله، حقیقت اینطور هست که به طور کامل و دربست هیچ کشوری در دنیا، حتی کشورهای مستعمره، خواسته های کشوری دیگر یا استعمارگر رو هم قبول نمی کنه. خود یک سری معیارها و باورها داره. درست. خصوصا کشور اسلامی افغانستان به نام دین مقدس اسلام واقعا بدون ریا قربانی های بیشمار داده در طول این بیش از 14 دهه، خصوصا در این 2 دهه اخیر قربانی های بیشمار داده. باور ما بر این است که امارت اسلامی تا حد ممکن تلاش میکنه تعامل انجام شه با همسایه ها و جهان، ولی به اون حد حاضر نخواهد شد که اون قربانی ها رو نادیده گرفته و مقررات شریعت اسلام رو زیر پا گذاشته، خدایی نکرده، و نادیده بگیره. بنابراین در این بین، در میان قانون اسلام و کفر، یک سری استکاک ها وجود داره. نهایت کوشش رو مسئولین خواهند کرد که یک تعاملی به وجود بیارن، ولی قربانی کردن این ارزش ها هم برای امارت اسلامی و قربانی هایی که شده قابل قبول نخواهد بود. بنابراین طبیعی هست که چانه زدن ها، مذاکرات، گفتگوها ادامه داره و ما بر این باوریم که نهایتاً به یک تعامل میرسند. چرا انسان های عاقل جهان این قضاوت رو خواهند داشت که هیچ کشوری به طور کامل باورهای یک کشوری دیگر از هر نحوی که باشه، چه مارکسیستی باشه، چه امپریالیستی باشه، چه اسلامی، قبول نمی کنه. در یک خطوط قرمزی با هم تعامل و در مشترکات با هم تفاهم می کنن و این کار در افغانستان هم خواهد شد. بسیار خوب، در جنبندی صحبت های شما جناب دکتر، با توجه به تحولات اخیر در افغانستان، آغاز دانشگاه ها و حضور دختران و پسران دانشجو در مراکز آموزشی و تحکیم امنیت با تلاشی خانه به خانه و اسلحه هایی که مسئولین گفته میشه که به دست آوردن که در ناامنی نقش داشتن یا در آینده نقش خواهد داشت، شما امیدواری ها و نگرانی های شما چی است برای آینده افغانستان و سیاست حکومت فعلی؟ دو نگاه البته وجود داره که سال جدیدی که ما یک ماه دیگر پیش رو داریم چیه، ولی من خودم نسبتا خوشبین هستم به این معنا که افغانستان با چند تا مشکل بسیار بنیادی مواجه بود. یک مسئله ناامنی بود و ناامنی واقعا 40 سال یا 40 چند سال افغانستان را رنج میداد. این کلانترین آرزوی افغانستان بود. حتی در دولت غنی هم مردم چنان به تنگ آمده بود، میگفت امنیت بیاید، هر کس که توانایی داره و هر کس که بتونه امنیت را تامین کنه مردم استقبال میکنن. و حتی پذیرفتن مردم خارجی ها را، آمریکایی ها را، بیشتر به انگیزه امنیت بود تا دنبال نان و غذا و گپای دیگر باشد. حتی چوکی طرف در افغانستان نخبگان یک مشت، یک تعداد محدودی هستند که دنبال چوکی وزارتن. 40 میلیون جمعیت دنبال چوکی نیستن. 40 میلیون جمعیت دنبال دو چیزن، یکی امنیتشان، یکی اقتصاد و نان و روزگارشان. بنان از این دو رکن اساسی در افغانستان به وجود آمده، جنگ به پایان رسید، نامونی به پایان رسیدن. از این جهت مردم خوشن، کس انگیزه به اراده جنگ ندارن. یک نکته دیگر اینه که تمام جنگهایی که در 43 سال در افغانستان وجود داشته با منبع بیرونی بوده. سیاست های بیرونی جنگ را در افغانستان وجود آورده، یا سیاست های بیرونی بوده که جنگ ها را رشد داده، تقویت کرده. استثنایی وجود نداره، هیچ استثنایی، چی از حزب دموکراتیک خلق، چی مجاهدین بخش از دورانش، چی طالبان، کلشان. اما زمانی که امروز در منطقه یک وفاق، یک اجتماعی صورت گرفته که ما افغانستان را دیگه اجازه ندیم از جنگ و مهاجرت و ناامنی و بی‌ثباتی غرق شوه، کمک کنیم که افغانستان به ثبات بره. این بزرگترین عامل بازگشت ثبات در افغانستان. بر این اساس برداشت ما ایه که چون
حامی جنگ در بیرون وجود نداره، منابع تقویت کننده جنگ وجود نداره، افغانها در درون هم خسته هستند و از جنگ بیزار هستند و بیزار بودن. بنان دوست دارن که بیاید، بنان ما خوشبینیم که وضعیت پیش بره. فقط یک مقدار تشویش از این مقامات امارات وجود داره، کمی عدم تجربگی از اینا، یا یک مقدار شتاب زدگی از اینا، یا یک مقدار حساسیت های غیر ضروری از اینا، یک ناخواسته یک مشکلات های را به وجود نیاره در چارچوب های محدودتری. اگر مقامات، زعما، عمرا فعلا که در رأس امور هستند، یک مقدار با سیعه صدر و با یک نگاهی خوشبینانه برخورد کنه، احتمال زیاد از است که افغانستان به سمت ثبات بره و مشکلی پیش نیاد. انشاءالله. جناب آقای بلخابی صاحب، در جنبندی صحبت شما با توجه به نگرانی که جناب دکتر از کردن و مخصوص نگرانی هایی که در بین مردم نقل میشه که گاهی وقت در جیران تلاشی پاسپورت هایشون پاره شده یا در خارج اجازه رفتن داده نمیشه به خانم هایی که محرم شرعی ندارن، یا محدودیت ها بر زنان وضع میشه، پیام امارت اسلامی چی است و گفتنی هایشون برای مردم برای آرامش شد؟ به طور یقین اگر احیانا اعمال غیر اسلامی یا حتی غیر اخلاقی صورت گرفته باشه، حد که حرمتی شده باشه، او مربوط میشه به همون شخص به اصطلاح مأمور همون نقطه، و این در هر نظام وجود داره و اینها هم به ندرت واقعا دیده شده. چرا ما شما همگی در همین جامعه هستیم و به ندرت برخورده این فرزن، اگر از 10 تا چک پست ما و شما بگذاریم، ممکنه در یکی از اونا برخورده نامناسب صورت بگیره در طول شبانه روز، و این هم به ندرته. بنابراین در موادی ورودی و خروجی کشور هم به همین ترتیبه، منتها و این مسئله مربوط میشه به یک مقداری عدم تعامل متقابل. کسانی که در خارجن اونها افغانستان رو ندیدن، چی از مهاجرین در کشور همسایه، کشورهای دور، تبلیغات فراوانی قبلا شده که امارت اسلامی معیارهای انسانی رو در نظر نمیگیره. وقتی که این وارد میشه به میدان هوایی یا به مبادی ورودی کشور، خودش یک حالت تهاجمی داره. من دیدم این اشخاص را، چرا ذهنیت داره این حالت تهاجمی که ای داره بدون اطلاع از واقعیت های کشور، و این تفاوت ظاهری از لباس تا سر و وزن و اخلاق ظاهری که گرفته شما حساب بفرمایین، و او حالت تهاجمی و این ظاهر یک مأمور امارت که هیچ به اصطلاح تناسب در بین خلاصه نیست، نه، و او یک عکس العمل نشان میده که این چنینه. اگر این ضابط به اصطلاح که در اینجا مأموره، اگر آدم سن و سالداری با تجربه ای باشه، خب بله، این تعامل میکنه و مسامحه میکنه. بار بار ای طور شده که در سرک ها تنش شده و در کماندان بزرگتر که مراجعه شده حل و فصل. کاتف الیزا هم جامعه، همه خواهران و برادران عزیز در داخل و همونهایی که از خارج تشریف میارن، یک مقدار به اصطلاح خودشون رو متناسب با اوضاع مملکت بکنن و یک مقداری هم صبر و حوصله داشته باشن. هیچ جای نگرانی نیست، یقینا برخوردها از گذشته بهتره. خیلی سپاسگزار شما جناب آقای بلخابی صاحب و همچنین جناب دکتر عارفی که در گفتگو شرکت کردین و از هان مردم روشن کردین نسبت به واقعیت های جامعه. سلامت باشین. داشته های برنامه بود و تا فرصت های بعدی، خدا نگهدار.